با نام و یاد خدا، با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز و مهربون. اینا هنرپیشه های تاپ خود تئاتر بار بود. آقای قاسمی من داره اعتراف میکنم. بله این جز اعترافات، واقعا میگم جز اعتراف، شاید تا الان به کسی نگفت. برنامه گفتم شناسنامه رو ورق بزنیم به این دلیل که آقای قاسمی من چند سالگی ازدواج کردن، حاصل ازدواجشون چیه، آیا بچه هاشون در کار هنری هستن نیستن، اینو میخواستم ازتون بپرسم. مثلا آقای قاسمی من چندمین فرزند خانواده بود، اینا رو میخواستم از شناسنامه شما بدونم. خیلی که شما رفتی جلو دیگه. بله، یادم نمیاد. اتفاقا کی بود؟ یکی از این هنرپیشه ها بود، نمیخواست کسی بفهمه که ازدواج کرده. این هر وقت میاد به مسترحال کنه بودیم که بچه ها چطور هم بوده. حالا منم یادم که... نمیره تا اگه آخر مصاحبم برسیم باز این سوال دارم از نه نه بودن. اینی که میگم، ولی واقعیتش من برای این ازدواج خدمت شما عرض کنم که خیلی رنج کشیدم. حالا باید رنجامو بگم یا نه بگم؟ همون شب عروسی اومدیم از خیابان هتل پالاس رو تماشا. نه به صورت بله عرض کنم که واقعیتش من همون جانوار بودم. خدمت شما عرض کنم که یه روز از این روزا، حالا مادر ما هم خدا رحمتش کنه، حالا من یه بعد ازدواج ما رو ببینه دیگه، هر مادری میخواد که ببینه دیگه. عرض کنم که به ما گفتش که امروز بعد از ظهر بیبریم خونه، حالا اسم اون خانمم کار نداریم، بریم خونه فلانی. عرض کنم یه دختر از شوهرش دختری از زن قبل داره، خوشگل فلانی بیزارو بیبریم. گفتم که خب بریم. ما رفتیم و بله یه دختر خانمی بود و چایی و قند و فلان آورد و این حرف و اینا. ما بودیم اونو مادر ما چی میگه، حالا بنویزیم چی میگه اینا. وقتی که تموم شد اومدن اونا رفتن و خلوت شد، دیدم مادرم در گوش من گفتش که با اون پری خانم، و خانم پری اسمش بود، گفت پری خانم اگه راست میگه اون دختره که تو اتاقتون بود اونو برای حسین بگی. دون حالا که نمیشه بریم. خلاصه یه روز از این روزا رفتیم خونه خانم پری، چیز نبود، همکارای ما بودن و عرض کنم که آشنا بود. خدمت شما رو رفتم گفتم که برای خانم، گفت چی؟ بوده این موضوع مهمیه. چی؟ بودم ولی مادر ما خانومی که اینجا بود اونو پسندیده. گفت بابا ما یه اونو به تو میدم بابا، اونا فلان وضعشون خوبه فلان بیساره. نه اون الان لیسانسش هم گرفته و فران نیست. این جدی میگه بود. واقعیتش ما گفتیم که بسید یه دفعه دیگه ما اینو ببینیم، حتما خودمونم حساب بکنیم، بعد بریم وارد عمل شدیم. یا بریم وسط وارد عمل شدیم بگیم که ایداد خود ما که اون روز اشتباه کرده بودیم مثلا. درست. خدمت شما عرض کنم که به یه وسیله‌ای، حالا پری خانم اون روز فهمید که این دختر اومد اونجا، رفتیم حالا دیگه ما اونجا غریبه که نبودیم، دخترم دیدیم و گفتیم که نه بابا. باز اومدیم به پری خانم اعلان کردیم که آقا گفت حسین جان ول کن اونا، نمیدم بی خودم، به خدای مجید با خودم عهد کردم که آقا من باید با این دختر ازدواج کنم. با اون که تو اتاق بود یا اون که مده بود؟ اون که تو اتاق بود. این که تموم شد بزرگ نه اون الان اون که تو اون اتاق بود الان تو اون اتاقه. زنده باشی انشاءالله، سلامت باشی انشاءالله. بله بله. از حاصل ازدواج که آره خودم چیکار کنیم این حرفا رو
به هر جهت مادره رو راضی کردیم که مادر تو یه برو اصلا چیکارم سرزده برو فرض کنم که خواستگاری. از این بر خودمون پری خانم دیدیم که آقا تو برو اونجا اگر صحبتی شد اینا یه ذره موافق بودن پیره بگی. باشه. نگو اون پری خانم چیز میشه عرض کنم لوبیده قضیه رو که مواظب بشین دارن میان نا. حالا اونم خودش داره چیز میکنه که یعنی الان ترتمیز باشه مثلا استکان رو الان خانم هم بعضی آقا میگم دیگه استکان اینجا نباشه بابا الان یه جون همه اینا رو جمع کنیم بابا جون سب کنیم اونو خلاصه از کنم حضورتون که خانم ما میره در میزنه در میزنه و یه خانم میاد دم دار ببرمه میگه که ما یکی از دوستان خانوادگی شما هستیم و حالا فرمایش داشتیم میگه که راستش مادرم یه آدمی بود که خودش میگه من میتونم به قول معروف حرفمو بزنم حالا چهار تا پشت راه بیافتیم اینا نکنیم حالا من میرم بالاخره اون دستم میاد چیه مادرم تنها رفته بود بله خدا بیامرزه آره همین که میگه که قرار ما بیاییم اینجا خواستگاری میگه خانم شما اگه که قرار رو دارین چجوری قرار دارین که اینا الان رفتن مشهد شما نمیدونین مادرم شاید یه سرزده رفتم ولی قرار نبود که برم بله خیلی خوب مادرم میاد که پدر سوخته تو چی رو منم فرستادی اونجا چی شده گفته که نبودن رفتن مشهد جدی میگی رفتن سراغ پری خانم پری خانم رو بله میکنیم که بوده برای خانم شما گفتیم من رفتم مشهد گفت مشهد رفته بودم خب مادرم در زده یه خانم گفت اون دختر عمه خانومته اون اونجا بوده بهش گفتم برو بگو رفته مشه مادرم بود عجب وارد بود خوب این خوبی گفت که ما باور کردیم حالا بگم که هنوز اون خانوم زنده است زنده هر وقتم که من میبینم با فامیل میگم من این خانوم من تو رو حلال نمی کنم تو منو یه دو سه روزی ناراحت کردی شما رو دو سه روز سر کار گذاشتم آره دیگه من 6 ماه شیش ماه به منم گفتون 6 ماه رفتم مسافرت بله عرض کنم حضورتون که بعدم به جهت دردسرتون ندم با جدی بودن یا با علاقه من بودن بل. جدی میگم مثلا اینا رو برای جوونا میگم که یه موقع یه چیزای چی آرزو میشه بله من همین که الان دارم به شما میگم یه چیزی که مثلا آرزو من مثلا میدونستم ایشون مدرسه کجاست بله حالا میخواستم برم در مدرسه شون از اون موقع خط یک چیز بود میرفت طرف مثلا خونه اینا درست شد؟ بله من سوار میشدم میدیدم که یه آقایی مثلا میوه دستش گرفته حالا تو فیلم هم اینا رو استفاده میکردم و به جان خودم اینجوری دستش گرفته یه میوه هم دست شدی حالا یه دستش بند و اینجوری بدم خدای میشه یه زمان دستم بند باشه میوه بگیرم برم یعنی در حد باور کنید در حد چنین آرزوی من اصلا از خدای خودم نمیدونم چی بگم خدمت شما عرض کنم که بعد جور شد بالاخره البته به این راحتی که میگم بله. ولی اگر بخواین 7 سالش رو بفهمین که من چیکارا میکردم تا بالاخره درست شد باید 7 ساعت برنامه درست خب بعد حاصل ازدواج یک فیلمی بعد از چند سال البته اگه زمان اون موقع است نه اون موقع نیم بعدشه 7 سال بعدشه عرض کنم که یه فیلمی همچنان میگم آقای ملک مدی شایدم عکسش بعد پیدا کنم بهتون بدم یه فیلمی همین اولین فیلمی که عید گذاشتیم الان یادم نیست اونجا نوشتم عرض کنم یه فیلمی اونجا میخواستیم مثل این بود که آقای ملک مطیع میرم مشهد از امام رضا میخواست بله اون راست اینجوری بگم من رفته بودم محمود کوشان و اون حسینی با ناصر چهار تا رفته بودیم اونجا خلاص برنامه رو چیز آمدیم ما نرفتیم توی حرم بله تو حرم نرفتیم همون بیرون بودیم آن خدا امام رضا رو دیگه روش زمین ننداز ما 7 سال پدرمون در اومدیم یک کاری بر ما بکنم
آقا اومدیم. بله. اومدیم با یه اتفاقی که اصلا فکر نمی کردیم کار درست شد. خدا رو شکر. ما فیلم بردار سازمان شاهنشاهی هم بودیم. بلیط‌های آنه ملی. بلیط‌های بخت‌آزمایی شب چهارشنبه. آره چهارشنبه. و هر کی از شهرستان برنده می شد ما باید می رفتیم در شهرستان او رو روی یک اتومبیل روباز دور می گردوندیم و با بلندگو می گفتیم که آقا ما برنده آره برنده 200,000 تومنه 200,000 تومنه عرض کنم که اینو می گفتیم و شبم شاه میگم شاه شبم آقای شهردار می اومد در اون مجلس خدمت شما عرض کنم که بنابراین ناهارشام هم میدادیم. درست شد؟ آقا ما همون روزی که این کار تموم شد فردا دیدیم یه برنده ای از مشهد اومده. اینا رو خدای بینید نگین امام رضا معجزه نمیده ها. باور کنید. دقیقا برای که سرسدم اومده. عرض کنم که گفتش که یه برنده از مشهد اومده. و ما گفتن آقا حاضر باشین بعد از چهارشنبه که اینجا میبرنش صحبت میکنه خدا رحمت کنه آقای مستجاب دور و اون این کارو میکرد باید بریم مشهد. ما اونی که مسئول تهیه تدارک بود سوالش کردم گفتم فلانی گفت چیه؟ گفتم که یه بلیط اضافه بگیر. گفت چی؟ گفتم که من نامزد کردم میخوام چیز کنم خانم رو میخوام ببرم مشهد. حالا یک چیزم راجب آقای قنبری براتون تعریف میکنم راجب همین موضوع خدمت همین قضیه همین آقای هرمزی اب نداره اینا هرچی از گفته بشه اینا واقعا اجر اون زحماتشون و اجر اون آمرزش هاست. بله واقعا حالا مردم هم بگن با عجب آدمی بوده. عرض کنم حضورتون که اون میره میگه که میگه چند نفر میخواییم برین؟ یا آقا چهار نفر بودیم یکی هم اضافه بر چی اضافه شده؟ یا راستش این آقای قاسمی من چیز کرده نامزد کرده اون وقت میخواد ادای دین کنه میخواد خانومشو ببره مشهد. میگه که بلیطی که میگیری هیچی بهترین هتل میری برای اتاق برشون میگیری هر چی هم سوغاتی خریدن خانوم عروس به حساب اینجا. باور کنید اصلا شک آدم نمیتونه بکنه. یعنی که ما این کاری کردیم و به عجد ازدواج سر گرفت و خدمت شما عرض کنم که حالا شیرینی های عروسی این است که خانوم ما یک هتل پالاس بود سر استانبول. بله که حالا دیگه زینش هم اون کافه شمرون بود خدا رحمت کنه. بله. ویگن میخوند اونجا رو انتخاب کردیم. حالا خانوم ما میگه آجان ماشین عروس باید مشکی باشه. آقا باور میکنید که ما چقدر گشتیم تا این ماشین مشکی رو بدی کردیم. ماشین مشکی و خلاصه درست کردیم و عرض کنم که عروسی این خانوم ما درست عجیب هم آداب و رسوم رو خیلی دوست داره هم پذیرایی رو میخواد به نحو احسن انجام بده. همین ما خلاصه ما دوتا از اون عروسی هیچی نفهمیدیم. دلیلش این که خانواده ایشون از درکی پا می شدن یه وره ارز کنم پهلوی ما از بین می رفت که مواظب باش اون دو نفر یکیش دخترم من یکیش پسرم من ما باید سلام علیکم قربان شما حال شما شما بشید. حالا ما هم که اومدم گفت این کیه می گفتم والا حالا خودمون خانم پا می شد دیگه نمی شد که اینی که از اول همطور بالاخره تموم شد و عرض کنم که ازدواج به خوبی و خوشی گذشت و ما به آرزو رسیدیم. عرض کنم که ماحصل این آرزو یک پسر و یک دختره که دخترم دختر اول دختره دخترم کانادا زندگی میکنم. عرض کنم که ازدواج کرده از اینجا رفته اونجا اینجا پسرم خدا در اول محرم زون به او قدرت داد که خیلی زودتر از اون موعد که میخواست وکیل شد و مجوزش هم گرفت و تابلوش هم نصب شد و الان هم وکالت میکنه. خدا رو شکر. بس جا داره ما اینجا نه خودم از طرف همین برای بچه های کوچه خاطره ها اول سلام عرض کنیم خدمت خانم مهربانتون که امروز پذیرفتن این خونه اینقدر ریخته پاچ بشه و
زحمت دادیم بهتون. دوم سلام عرض کنم به دختر خانومتون که در کانادا الان این تصویر رو چون جهانیه میبینن، امیدوارم که اطلاع بدیم ببینن. و سلام عرض کنم خدمت آقازادتون که وکیله و کار خیر انجام میدن. بریم سراغ تئاتر. هنرپیشه شدیم. هنرپیشه شدیم. حالا که هنرپیشه شدیم بودجه‌مون نمیرسه، یعنی هنوز بودجه کار صورت نمیده. از این ورم داشته باشین که اونجا رو بازخرید کردیم خودمون رو، ما رو جریمه کردن، ما 100 تومن باید خسارت بدیم. بله. دیگه اون سال آخر رو ما 100 تومن خسارت ما بیه. ما هیچ کدومش رو نمیدیم چون آشنان همه تا پاسبانه میاد کلانتری مثلا ما رو ببره، ما میگیم که آقا برو با پکار کوی پول میده، اونم میره میگه هیچی، هی عقب میفته، ما بیخیال. اینه داشته باشیم برای اون زمان مخوقت. خلاصه عرض کنم حضورتون که ما بودجه کم داشتیم، چیکار میگردیم؟ من بودم و عرض کنم که آقای رخکنامی بود، آقای منظوری که الان سینمای جی داره، آقای اخضرپور بود، یه خانومی هم خانوم ایشون بود رقص میکرد و بازی هم میکرد و اولا ما تو گیشه میشست. حالا ما چیکار میکردیم؟ صبحای جمعه رو اجاره میکردیم. اون وقت یه پیسایی بود که این پیسا الان بعضی موقع فیلم میبینیم، همون فیلم که الان دارن نشون میدن به عنوان قصه جدید. عرض کنه که ما یه قصه هایی که مثلا کوتاه بوده اینا بند داشتیم، اینا یه چیز تمرینای مختصری میکردیم، اون پیس رو صحبای جمعه اجرا میکردیم. درست شد؟ وقت
وقتی اجرا می کردیم تمام مشتری های ما بیشتر سرباز بودن، صبح جمعه بود دیگه. حالا سربازان اجباراً باید صبح زود بیان تو تئاتر. کدوم تئاتر؟ تئاتر جانوار. باید بیان تو تئاتر. اگه نیان چی میشه؟ پاس پلیسای ارتش میگیرنشون، میگن بچه مرخصی ندارین چرا اومدین و فلان. درست شد؟ بنابراین ما همیشه ساعت 6 صبح مشتری داشتیم. که میخریدن میرفتن. اون وقت حالا هر تئاتر، هر فیلمی که خیلی خوب بود مشتری داشت، ما اسم همون فیلم رو میذاشیم روی تئاتره. مثلا اگر حیف که خیلی حقی بود، ما میذاشیم اسمونو حیف که خیلی حقی. اینه خیلی زحمت کشیدیم تو این کار. عرض کنم که چیزای گفتنی خدمتتون عرض کنم که زیاد هست. یکیش قدرت لایزال یک استاد، اونم حالتی بود که به معنای واقعی، یعنی شما نمیتونین باور کنید. یه وقت از اون موقع ها چیز اومده بود، از این چیزای زری بود میپاشیدن پشت چشم، اکلی. ما سوفلوریم دیگه، همه این پیس که داره بازی میشه ما داریم میگیم با آقای حالتی. عرض کنم که این دو یه خانوم اینا مغازه، آقای مغازه خانوم ایشون که نمیدونم ما رو بعدش چی شده، اون زمان و بعدش اطلاع از فیش کدومشون ندارم. خدمت شما عرض کنم که ایشون هم دختر اون کشور رو بازی میکرد که ماها با لباس مبدل میریم اونجا، یونان جایی ما میخواییم مثلا اونجا رو فتح کنیم، منطقه میخواییم بریم الان بینیم چه خبره. ما چند توز بازرگان رفته بودیم. بله. حالا این آقای حالتی رئیس ما بود، به یه ملاقات چیز با این خانوم، دوتا خانوم ملاقات میگیری که از اینا حرف در بیاره. درست. این صحنه اینه. درست شد؟ بله. حالا استاد از پله اومدن پایین، اینا رو نگاه کردن. اولا کی جرأت میکرد تو چش این نگاه کنه؟ چش چیزی نبود، ولی اسم این تو چشش مثل این که بود. ببینید یه کسای اسمشون شما رو وحشت میندازه. بله. ولی وحشتناک نیستن. اون نگاهی که میکنه معنای نگاه تو چشم میشه. خیلی ها اصلا اینطوری هست. بله. چون نمیتونی بگیم هر کی که تو چشش نمیشه نگاه کردی مثلا مثل جلاد میمونه. نه، قدرت تو چشش نشون میده. یه سارنگ هم عرض کردن یکیش. بعد همینطور که میاد، حالا موزیکی که تا این بیاد نزدیک اینا بشه، آقا من یهو دیدم رفت آینه میز توالت رو برداشت و آقا یک فوش پدر سوخته فلان فلان شده به این گفت. کی گفته که تو گوشه چشت اینطوری کنی؟ اون گفت که، اون گفته، اون یکی هم خانم دیانا بود، خانم اون گفته دیانا. آره. اون گفته رفت سراغ اون، یه فوش هم به اون داد. ما رو بودیم داد به الان بیاد بیرون، اینها رو بیرون بکنه. خلاصه کارت یکی از اون قدرتمندی ها شاییم که اینا گریه میکردن پشتن، هنوز نرفته بود باشون حرف بزن، اینا گریه میکردن ما دیگه رفتیم. چون من دوست داشت، من کاراشو میکردم دیگه. اگه من نبودم سوفلوری خیلی مشکل، کار هر کسی نیست بلند بلند بخونه که، نه باید یه جوری بخونه که اونجا تماشاگر متوجه نشه. یکی دیگه کارش این بود که ما تخت جمشید، خدا رحمتون خاکتانه، یک تخت جمشید واقعی درست کرده بود. حالا با بگردم اگه تخت جمشید ممکن پیدا کنم. با دکور. با دکور. آقا ما اینجا این ببینیم چه کارا کردیم البته. این جالب. آقا ما اومدیم با آقای استاد مهرتاج صحبت کردیم که این این جان فدای وطن، اسمش هم جان فدای وطن. این پیسو ما 10 شب اولش اجاره میکنیم. اونم از خدا خواسته خوب باشه. پول دارین؟ گفتیم آقا نصف شه الان میدیم، نصف شه بعد میدیم. همین چند نفری که گفتم بله. منظوری و اخضرپور و منو رخک گفتیم باشه آقا میدیم. حالا رفتیم اعلان چاپ کردیم. اعلانی که ما چاپ کردیم اندازه اون عکس بود، مثلا 50 در 60 یک از خصیا بود. چی بود که اعلام میچسبون؟
این کارش ایران چسبونی بود، تبلیغ میکرد، بعد تبلیغ میکرد، یکم میرفت پشتبون های لاله‌زار اعلانا رو میپاشید. آره میپاشید که از هواپیما بریزن. بله کارش این بود. حالا ما رفتیم پیش این، گفتیم که اصلا ما 1000 تا اعلان داریم میکنیم، گفت میشه 2000 تومن. 2000 تومن؟ آره. بله 200 تومن میگیرم. گفتیم نه بابا نمیخوام. بچه ها چیکار کنیم؟ گفت هیچی، یه لگن، یه چی تشت، میگم یه سطل سیریش درست میکنیم، از اینجا راه میبتونم که میچسبونیم و میگم. آقا باور کنید سرمای زمسون ما همینجور میرفتیم و میچسبوندیم و اینا، که صبحش هم خدا رحمت کنه مادر منظوری رو، او گفت که برین یه دوشی بگیرین و بیاین صبحونه بکنید. این هم یکی از اون کارهایی بود که ما کردیم. حالا این آقا اون بالا همینجور که اومد بیاد پایین، ما هم همه آماده واسدیم. حالا دم در تا 5 دقیقه قبل مواظب بودیم کسی بلیط عوضی نفروشه، نبره، نخوره، اینا رو مواظب بودیم. حالا بودو اومدیم و لباس رو پوشیدیم اومدیم واسدیم، دیدیم که آقا همونجا واسده چه نمیاد. ما اصلا این چه داره من نگاه میکنه؟ اصلا بود این چه داره من نگاه میکنه؟ نمیدونم چرا نگاه میکنه؟ چرا نمیدونم چرا نگاه میکنه؟ آقا همینجور دیدیم چشم از اون بر نمیدونه؟ یا آقا چی میشه الان؟ همینجور آقا این چشم به چشم ما آمد و اومد جلو. گفتم الانی که بخوابونه تو گوشم، ما هنوزم نمیدونیم چیه قضیه. همین که نگاه کرد دست زد به پشت ما و به شونه ما، گفتش که پهلوان هر وقت که میری مسافرت اسلحتو با خودت ببر. اوه 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 نگاه کردیم دیدیم که آقا ما اصلا این شمشیری که ما قدیما جلو می‌رفتیم این شمشیر هست، نه لباس پوشیدین ولی اون نبست. باور میکنید از همون موقع به لرزه از تا تمام شد، از بس از این مرد. با اینجوری بهتون بگم، اگه بگه آب سیاس، ثابت میکنه آب سیاس، یعنی با قدرتش ها که شما این بله آب سیاس کنید، بله سیاس، یعنی که یک همچین قدرت هایی توی صحنه بودن که یک شب گفتم که جاش من بازی کردم، روزی 2 تومن میگرفتم. اون حسین حسینی گفت میبرم تئاتر تفکری روزی 6 تومن، قبول کردم، رفتم بازی کردم. آقای حالتی از فردا تئاتر رو ترک گفت دیگه تئاتر نمیرم. تئاتری که حالا وزیر اینا رو دعوت کرده بود، چرا اونم مهرداش تقصیر نداشت، برای اینکه همه رو دعوت کرده بود، حالا بگیم نمیشه که نمیشه، اونم مریضه، گفت مریضم، باشه بگیم نمیشه، اون براش برق نمیگرد. بجد ما بله آقای قاسمی بند از 8 سالگی وارد عرصه بازیگری در تئاتر، فرق نمی کنه چه تو مدرسه، تئاتر مدرسه، بعد اومدیم تا به اینجا رسیدیم. حالا میخواییم بدونیم که آقای قاسمی کارگردانی کرده، نویسندگی کرده، تیتراژ ساخته و وارد سینما شده، تو سینما داره بازی میکنه. هر سوالی که ما از هر کدوم یه چند دقیقه، من با اجازتون این کادر رو میبندم تا جایی که میخواستم برم تو سینما، دلیل رفتنم باشه. بله خدمتتون عرض کنم که من اونجا یواش یواش دیگه شروع کردم نمایشنامه نوشتم.
نمایش نمرم در زمانی می نوشتم که 7 تا 8 تا کنسرت در تئاتر اجرا می شد. بله. و این هنرمندای قدیمی عدهشون در این وضع تا ساعت 6 بازی کردن یک سانس، بعد رفتن گرفتن نشستن تا ساعت 10 شب که 10 شب دوباره اجرا کنن. بله. برای اینکه کسایی وسطش اومدن پیس رو ندیدن. بله. این وضع رو چند سال هنرمندای قدیمی داشتن. خدمت شما عرض کنم که من وقتی نمایش می نوشتم همین چیزی که داشتم می نوشتم اینقدرم تون می نوشتم و موقعی که نوبت یکی شد می گفتم مثلا حالا نوبت آقای گلپایگانیه بگو بره تو سن. بله. ولی هنوز هم داشته می نوشتم پیس می نوشتم. این آقای حسن بلور خدا رحمتش کنه این خط من فقط می تونست بخونم پاک نویس می کنم و ما چندین پیس گذاشتیم. در این پیس هایی که من گذاشتم خدمت شما عرض کنم که آقای ملک مطیعی، نه آقای ملک مطیعی، کیومرس ملک مطیعی با بچه‌ای که هنوز شیری بود که حالا همین آقای کامرانه که بله. الان از بچه‌شه عرض کنم که اینا اومدن تهران. بله. از انزلی بله. اومدن تهران و ما دیدیم که لهجه‌ای داره و فلانی به درد کار کمدی میخوره. بله. ما یه پیس قارون نوشتیم. این آقای گیتیجا برای ما نقشه کشید، ناصر گیتیجا که حالا دیگه کمدیا رو میده به اینا و این یارو تازه آلا اومده و اینا، ولی ما بالاخره خانم فرخ لقای هوشمندم آوردیم تو پیس و اون پیس رو با ایشون آوردیم که ایشون هم یواش یواش آمد و عرض کنم که توی تئاتر بازی کرد. و اما فیلم کار تبلیغات رو من مدیون، یعنی فیلم برداریم و مدیون کار تبلیغاتی تازه هنوز فیلم تبلیغاتی درست نمیشد، اصلا فیلم درست نمیشد، فیلم تبلیغاتی درست نمیشد. همین سازمان فاکوپا که وضعش از همه این سازمان ها شاگرداش الان همه سازمان دارن عرض کنم که اینا اومده بودن یک سناریوی درست کرده بودن برای روغن نباتی شاپسن. خدمت شما یادتون باشه اون قنبری هم بگم راجع به این آقای بزرگ حمید قنبری عرض کنم که بله اومدن پیشنهاد دادن به جان واروت چون تاریخ دکور تاریخی داشت و اینا. آقای ریاهی اومدن گفتن که آقا ما میخوایم یه کار تبلیغاتی اینجا درست آقای اسماعیل ریاهی مثل شوهر خانم شهلا شوهر خانم آقای شهلا ریاهی اسماعیل ریاهی بله عرض کنن اومدن سناریو رو دادن رو گفتن که یک نفر میخواییم خلیفه بازی کنه، یعنی شاه باشه. خلاصه تو بچه ها نگاه کردن و همه ما اشاره کردن اون رول رو دادن به من. خدمت شما از کنه که ما آمدیم و اون رول رو حفظ کردیم و فلان و بالاخره فیلم برداری کردیم. داستانم این بود که روغن نباتی رو حالا اسنبریم تبلیغ بشه، روغن نباتی رو یه آقای جادوگری برمیداشت می آورد. بله. میگفتش که این روغن نباتی رو دخترتون بخوره خوب میشه، اونم میخورد و خوب میشد. بله. اون فیلم برداری که اومد اون فیلم رو درست کنه، فیلم بگیره، من دیدم گفت که گفتم آقای شما رو نمیشه، شما کجا درس میخوندیم؟ بله. گفت حکیم نظامی خوندم، دبیرستان پرتم خوندم. گفتش که آقا ما هم باید شاگردی به من زندینژاد هم آقا ما گردیم هم دیگر ماچ کردیم آقای زندینژاد اومد اون فیلم رو گرفت و من گفت چیکار میکنی؟ گفتم والا هیچ چی همی تو آسین که روزا خب بیا کار کنیم. ما روزا رفتیم اونجا، از اونجا با آقای زندینژاد رفتیم در فرنگونه، اونجا یه فرانسوی اومده بود این بچه ها رو درس میداد که آقای پرتو هم جز اوناییست که اونجا ده. این آقای فرانسوی دست شده، ما هم فقط دست آقای زندینژاد. بالاخره اون فرانسوی که کاری نداشت که بخونه کی هست کی نیست اینا، ما هم از اونجا کارها رو عرض کنم که یاد گرفتیم و جزوه ها رو گرفتیم و بالاخره ترجمه و همه کارها رو کردیم. بالاخره فیلم سازی رو از اونجا شروع کردیم، فیلم های تبلیغاتی. حالا چی کار میکردیم باز دوباره؟ باز میرفتیم سراغ قدیمی که یواشکی قایم میشدیم. این فیلم ها الان دوربینم حالا یه روز دیگه نشون میدم چون باید برم از زیزنی برم. فیلم برنهابله،
فیلم‌های این قدیمی گیره. اینم برای اینی که تک کادر میزنه. بله. یعنی الان اگه شما یه فیلم دارین 24 کادر میشه یک ثانیه، ما باید اگر میخوام یه قوطی رو بگردونیم که یک ثانیه بگرده، باید 24 کادر بزنیم. بله. 24 کادر باید تک تک بزنیم. یعنی که باید وقتی پشت سر هم میشه این 24 کادر رو میگردونه دیگه. درست. این دوربین کارش این بود. حالا این دوربین کجا می‌بندیم؟ دوربین می‌بندیم بالا. به فاصله‌ای که لازمه. نقش نقاشی می‌واسه. اینقدر ما باید این کار بکنیم، دوباره بیایم بزنیم. دوباره بریم، دوباره بیایم بزنیم. بنابراین کار مشکل بود، ولی ما از اونجا نه بابا الان که یه کامپیوتر می‌ذاره جوش هم چرچه می‌کنه میشه مونتاژ. از کن نه 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 اینا هیچ کدوم نبود. من تیتراژ که درست کردم، خدا رحمت کنه اگر فوت شده، آقای تجارتچی جزء کاریکاتوریستای خوب بود. عرض کنم که او بر من نقاشی میکشی. این آدم های نوعات رو دارم، این خانم نادره رو مثلا نقاشی کرده، این خانم نادره مثلا دستش اینطوری میشه، همش هم نقاشی. نقاشی. یه تیتراژ برای دوز و پاسبان درست کردم که جزء خوب کارهای خوبه. جاج برای اونم یه آماری دارم. آقای ملک مطیعی بازی میکردن. بله بله بله. زنده یاد. بله 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 دیگه. حسن یار بلور. بله. آقای بلور هم پاسه بود. آقای بلور هم بله. بله بله. عرض کنم حضورتونم که اونم مال اون. و اما چی رو میخواستم بگم که آقای حمید غنبه. آقای حمید غنبه. همین آقای هرمزی بله. یک اومد برای اولین بار تجارت کنه. فکر کن برای شما رو تبلیغ میکنه، شما تریلیونر میشی، حالا بخواد خودش هم مثل شما بشه. شانس میگه که اول این کار میکنه. بعد چی درست کرده؟ سرشوی گیاهی کمند. سرشوی گیاهی کمند چیز نبود، شامپو نبوده، سدر بوده و کتیرا. بله مثل سدر و کتیرا. حالا آمدن چه کارهایی کردن که این کار نشه و فلان بماند. اینو درست کرد، حساب کرد که اگر دونه یک تومن اینا رو بفروشه 2000 گیر خودش میاد، 2000 هم گیر فروشنده، 6000 هم خرج اینا رو واقعا حساب کرد. بله حساب. حساب کرد. حالا آمدیم اینو تبلیغ کنیم. این آقا دو شب و دو روز گم شد، یعنی بدهی یه جوری فرار کرد. فرار کرد. آقایون اطلاعات و کیهان پیغام دادن به آقای هرمزی بگین هر چی بدهکاری نوش جونت، بیا کارتو شروع کن. چرا؟ هر وقت او تبلیغ میکرد همه تبلیغ میکرد. یعنی نون کیهان اطلاعات یهو میمد گفت یک صفحه سفید باشه. نونشون بستگی به این قضیه داشته. گفتش که این آقای قنبری که ادای جری لوئیز رو در میاره حسین میشنسی بودم چیو نمیشنم گفت بگو بیاد. بعد از دو روز اومده بود، باور کن به خدا این دیگه دروغ نمیشه اصلا. آورد آقای قنبری اون اینجا مثلا نشسته بود، درسته؟ ما هم اینجا نشسته. آقای هرمزی گفتش که خب آقای قنبری شما برای اینکه فقط یک کلا از سرت میپره هوا، میگن اون موقع کلا میپره هوا، یه زربار مثل داره این قضیه، میپره هوا، شما یه خنده جلوزی میکنی، چقدر میگیری؟ آه بباشم قبل از اینکه این کار بکن چقدر میگیری؟ این یه نگاهی کرد اونجا رو به رو خوش نبود، گفتش که ببخشی نگاه نکرد. یادش بخیر، اصلا واقعا الان حالتم میدونی هرمزی یه اینطوری. گفتش که چقدر میگیری؟ گفت 6 تومن. گفت 6 تومن؟ گفت بردی 6 تومن. 6000 تومن. 6000 تومن. 6000 تومن میگیر. برای هرمزی یه اینطوری گفت آقای تخفیفی شما بدین. قنبری یه ها تای کفش آقا رو دید، آقا تای کفش آقا سلاق یهو گفتش که اشکال نداره آقا 3 تومن بدیم. خدا یکی دیدم که گفتش که مسئول امور مالی صدا کنه
اومد گفت 7,000 تومان میدید با آقای قنبری، پیشم میدید، میدید که روز فردا بیان برای زن. آقای قنبری به من میگن فرهاد هرمزی، سوراخ کفشم هم پیمان داره، برای دیدن سوراخ کفشم بهتون انعام داد. این حکایتی که از وارد سینما شد، وارد سینما وارد تبلیغات. چند تا سوال شخصی هم هست که همجوری داریم. حالا اگر که سوال داری میخواستم از انجمن ازتون سوال کنم. من حدوداً 24-5 سال پیش بود که زمان خدا بیامرزه عطالله زاهد و مجید محسنی و توسط مجید محسنی من اومدم، چون روزهای سه‌شنبه کرج یه باقی بود، ما جمع میشدیم هنرمندای پیشکسوت دوره هم، که ایشون یک دونه کارت چیزو به من داد، تئاتر شهر رو. بعد گفت فردا بیا فلانجا، ما انجمن داریم، یه جلسه ای داریم، دور هم میشینیم، فردا نهار مهمون منی، که اومدم و خدمت شما بودم. از انجمن ها میخوام بگید. عرض کنم بله. که بله آقای موسوی، شما در انجمن آمدید و بعدم یک سهیم شدید بعجت. اگر عضو من باشید عضو سهیم انجمن. بله، من همیشه میگم من به تنهایی یک انجمنم، چون انجمنم همیشه پیش تو منم. یکی دیگه از اینها هست که میگم که بیایید قبل از اون که به یاد هم نشینیم کنار هم نشینیم. ولی این ستا آقای موسوی، این ستا و داستان انجمنها که یک درس آموزندهی برای جوانان فردا، بله، این اتفاقاتی که افتاده که آقای سعدی افشار در خونش اتفاقی میفته، میخوره زمین و بیهوش میشه. بله. 48 ساعت گم میشه. بله دقیقا. انجمنها هستن که میان آقا رو پیدا میکنن، میبرن، مداوا میکنن، تمام مخارجش رو پرداخت میکنن، دوباره برش میگردونن به. بنابراین اجازه بدید که این انجمنها و مسئله انجمنها رو انشاءالله در یک برنامه من همه رو مرور میکنم، برای اینکه انجمنها بانیان بسیار داره. بله. و صلاح من نیست که من ازش اینجوری ازش بگذرم. بنابراین اینجوری میکنیم تا دفعه دیگه که انجمنها رو بگیم. انجمنها و سینما بعد اون وقت، بعد سینما رو براتون میگم، سینما رو براتون میگم، هم گریهتون میندازم هم خندهتون میندازم. شده دلتون برای لاله‌زار تنگ بشه؟ الان یک نفر رو داریم بینمون، حالا ما که تایم میشه چی؟ ما تا یه سال پیش هم اصلا میرفتیم بو میکردیم. عرض کنم که یک نفر ما داریم که هر هفته میره اونجا میشینه گریه میکنه، اونم استاد صالح دکوراتوره. دکوراتور، بله بله، که واقعا آمدند و این تئاتر نصر رو از دیوار بیرونش خراب کردن، تا توش رو خراب کردن که درست میکنیم، همونجور گذاشتن درست. همه اینها عرض میکنم که این چیزها رو اگر ما بخوایم که، حالا سینما هم یه بحث دیگه داره. سینما من یه جمله میگم و دیگه نمیتونم چیزی از این سینما بگم. آقای الان من این دوتا ژاپنی دستش آوردید شما با خودتون برای این مصاحبه، یه شب همینجا همین چند وقت پیش گفتم، مثل این که همین اخیراً ما با 4 تا پروژکتور، یعنی 4 تا ژاپنی، نه پروژکتور، 4 تا ژاپنی یک فیلم ساختیم. بنابراین اجازه بدید که این فیلم
من قول به شما میدم که درسی خواهد بود برای همین جوانانی که ما الان بهشون احترام هم میذاریم. الان من وقتی یه نفر دوربین دستش توی محفل میرم میگم که خدا بازی و تو همیشه توانا نگه داره. برای اینکه من اوایل سینما تمام فیلم رو دست میگرفتم که حتی همین آقایون بزرگان سینما آمدن گفتن آقا این چه وضع 15 روزه یه فیلم و 10 روزه یه فیلم اینا نداشتیم، کارو اینقدر ارزون نفروشیم. گفتم که نه من ارزون نمیشن، یه مقدار ما حالا جوونیم علاقمندیم، آقا این جوونا جوونیم علاقمندیم، باید اینطور باشه، ولی حالا اینطوری که هست نیست. درست، از خداحافظی کنیم. اگه صحبت خاصی با مردم دارین، با هنرمندا، با جوونا، بفرمایید. عرض کنم که مردم عزیز اطمینان داشته باشید، قلب همه ایرانیانی که در اینجا زندگی میکنن برای ورود شما به خاک وطن همچنان میتپد. امیدواریم روزگاری هممون در یک خانه باشیم، در یک وطن باشیم، در یک خاک باشیم و در یک خاک هم بخوابیم. و ای عزیزان، هنر رو از دریچه احساس بینگرید، هنر رو عشق بدونید. عشق هنر است. میگویند که خداوند بشر رو همه جور امتحان کرد، بشر گفت مشکلی نیست، ولی عاشق کرد، بشر گفتش که خدایا کار خودتو کردی. عشق بنیادیست فراموش نشدنی و آرزوییست همیشه مونده. درود بر شما. بله عزیزان، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. آقای قاسمی‌وند اینقدر زیبا و قشنگ صحبت کردن، اینقدر زیبا صحبت کردن که من واقعا کم آوردم. خداحافظی میکنیم. قبل از خداحافظی جا داره که من تشکر و قدردانی بکنم که شبکه جهانی PDF این وقت طلایی رو در اختیار من گذاشت، مخصوصا جناب آقای بهمن دشتی‌زاده، همسر گلشون، همکارای عزیزشون، من بچه های آلمانی که تو این شبکه کار میکنن، همه دست به دست هم دادن و یک ساعتی رو ما مهمان خانه های شما شدیم. تشکر کنم از کارگردان جوان این برنامه جناب آقای محمد صالحی که واقعا یک سال و نیم زحمت میکشه. من سوالی داشتم از خدمت آقای استاد بزرگوارم آقای قاسمی‌وند که ریشه ها هرگز نمیمیرن. واقعا ما الان دنبال ریشه ها هستیم، چرا که این ریشه ها، این عزیزان برای عمری برای شما خاطره ساز بودن، تا بتونیم ذره از خاطرات شما رو زنده کنیم. تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز که واقعا ما رو شرمنده خودتون میکنید. خیلی موقع ها یعنی من حداقل خود بنده لیاقت این همه محبت رو ندارم، با این تلفناتون، با ایمیل، با اسمس، یا تو خیابون یا هر جایی که روبرو میشید. تشکر و قدردانی کنم از هاشم افشار که امروز خیلی زحمت کشیدن برای این برنامه، همچنین آقای تیموری عزیز. آقای تیموری با اون تلفن هایی که به برنامه میزنه و امروز هم ما رو در این برنامه یاری کرد. تشکر و قدردانی کنم از خانواده آقای قاسمی‌وند که امروز پذیرفتن بچه های گروه کوچه خاطره ها. منظور از گروه یه چیز رو بگم به خدمت بینندگان عزیز، این برنامه اول با دو نفر شروع شد یک سال و نیم پیش. خانم من فیلم برداری میکرد و منم میشستم صحبت میکردم. بعدها آقای محمد محمدی اومد برای فیلم برداری دو قسمت، آقای رضایی اومد دو قسمت، و حالا اسم نبرم یه چند نفری هم اومدن دو سه قسمت برنامه رو فقط به ما کمک کردن. اینو میگم به اون دسته از عزیزانی که الان از طریق این برنامه یه موقع خدای نکرده سوء استفاده نشه.
الان این برنامه رو فقط به فقط آقای محمد صالحی و محمد موسوی داره اداره میکنه. یه موقع خدا اینه کرده، باز هم دارم تکرار میکنم، سوء استفاده از این برنامه نشه. تا برنامه بعد شما بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود. آقا ممنون که این ساعت طلایی رو در اختیار قربان شما برم. خدا نگهدار.